سلام به همگی دوستان، خیلی خوش اومدیم به تویچ استپشیش من. توی این تویچ من میخوام در مورد سرور براتون صحبت کنم، یه مقدار کد بکندی با هم دیگه مرور میکنیم، یک مقدار کد فرانت هم میزنم که فرانت با بک در واقع ارتباط داشته باشن. خب برای اینکه با استفاده جاوا اسکریپت بتونیم یه سروری رو بالا بیاریم، نیاز به نود جی اس داریم. اگر میخوایم بدونیم که نوجس روی سیستمتون نصب هست یا نه، توی ترمینالتون کافی نود خط فاصله وی رو بزنین و اینجای ورژن رو بهتون میده. اگر اینجای ورژن بهتون داد، خب طبیعتا نصبه، اگر نه بهتون ارور میده و بعد برین داخل سایت نود جی اس و میتونین اونجا نسخه مختلف نود جی اس رو نصب کنین. من امروز از اکسپرس استفاده خواهم کرد برای بالا آوردن سرورم و دو تا دپندنسی دیگه هم استفاده میکنم که یکیش نودمونه، توضیح میدم چی هست، و یکیش بادی پارسر. برای نصب دپندنسی از npm i اسم اون دپندنسی که حالا اینجا اکسپرس، npm i نودمون و npm i بادی پارسر هست استفاده باید بکنیم. من الان دیگه نمیزنم چون از قبل نصب کردم و داخل پکیج دات جیسون هم اومده. خب گفتیم که میخوایم از اکسپرس استفاده کنیم که در واقع یک میدل ویر خیلی کار راحت کرده برای ساخت سرور. خب میخوام که اول سرور بالا بیارم. برای بالا آوردن سرور توی ترمینالتون باید نود و اسم و فایلی که سرور توش قرار داره رو بزنید. خب طبیعتا من الان که بزنم هیچی من نشون نمیده، چرا که هنوز فایل من خالیه، هیچی توش نیست. اوکی، من شروع میکنم به بالا آوردن سرورم و یه پورتی رو تعریف میکنم که روی اون در واقع قرار سرور رو من نشون بده. پورت من 3000. پورتی که انتخاب میکنین حتما حتما دقت کنید که با بقیه اپ های داخل سیستمتون تداخل نداشته باشه. برای اینکه سرور رو بالا بیارین نیاز دارین که این پورت رو در واقع لسن بکنین، بهش گوش میدین به پورت. و من اینجا گفتم که چی؟ گفتم که از این پورت بی استفاده کن، سرور بیار بالا. و یک کنسول دات لاگی کردم، گفتم که بگو که روی این پورت الان سرور بالا اومده. خب حالا من دوباره میام رو ران میکنم سرورم رو و این دفعه من میگه که چی؟ میگه که روی سرور 3000 سرورت اومده بالا. اوکی بریم تست کنیم. لوکال هاست 3000 و خب اول من یه ارور رو میده، میگه که چی؟ میگه که تعریف نشده. چون چرا؟ چون که یه سرور خالیه و در واقع توی این اسلشی که میبینیم هیچ چیز نیست، اسلش همینه، همین که میگه لوکال هاست 3000 اسلش و تو اینجا هیچ هنوز تعریف نشد. خب من میخوام چیکار کنم؟ میخوام زمانی که وارد این صفحه شدم یه فایل HTML رو من نشون بده. چیکار میکنم؟ میام میگم که app.get کن. این app چیه؟ app در واقع چیزیه که من از روی اکسپرس ساختم، از فانکشن اکسپرس داره استفاده میکنه برای ساخت سرور و API ها. پس app.get کن با استفاده متد get زمانی که وارد این آدرس شده ایم و یک ریکوست و یک ریسپانسی رو ارسال میکنه. خب ریکوست من اینجا ندارم، فقط ریسپانس دارم. پس میگم ریسپانس من چی هست؟ ریسپانس من از اون سند فایل هست، یعنی یک فایلی رو من قرار بفرستم به صورت ریسپانس، به صورت یک پاسخ، که این دایر نیم چیه؟ مخفف دایرکتوری نیمه، که میاد جایی که اپ دات جی اس من قرار داره رو میخونه و به صورت یک رشته من برمیگردم. یعنی چی؟ یعنی الان داینامی من هست، مثلا درایو دی، مثلا فولدر فلان فولدر فلان فولدر فلان، و در آخر من گفتم پوشه پابلیک ایندکس دات اچ تی ام ال. خب به صورت یک رشته اینا رو هم دیگه متصل میکنه و این ایندکس من که داخل فایل پابلیک و در واقع اینجا وجود داره رو میفرسته داخل سرور. پس چیزی که من الان انتظار دارم اینه که زمانی که من وارد این آدرس میشم به من فایل اچ تی ام ال رو نشون بده. خب دوباره تست میکنیم ولی همچنان نشون نمیده. چرا؟ چون نیازه که شما یک بار سرور رو خاموش کنین و دوباره سرور رو بالا بیارین. حالا اگه من وارد بشم میبینی که HTML داره من نشون میده. من HTML نشونتون بدم چیه؟ یه دکمه باتن، یه باتن دانلود داریم، یه باتن آپلود داریم و یک پیر ریسپانس داریم که از همه این استفاده خواهیم کرد جلوتر. اوکی این تا اینجا. خیلی خب بریم پس اولین API مون رو بنویسیم. API دارم از نوع get و توی آدرس دانلود. خیلی خب حالا این API چیه و چی کار رو کنه؟ این API من امیدوارم که صدا اونو اوکی باشه، چون خیلی خب این API قراره که بیاد و یک فایلی رو بخونه
که این فایل دات جیسون من هست، این فایل رو بخونه و دیتای داخل این فایل رو من برگردونه. پس من از چی استفاده میکنم؟ از fs.readfile. اما fs چیه؟ fs که اینجوری به صورت require.fs از استفاده میشه. اینجا نوشته چی؟ نوشته fs یه ماژوله، یه ماژول خود node.js که به شما اجازه میده با استفاده از توابع استاندارد پوزیکس یک راهی رو فراهم کرده که شما با فایل های سیستم ارتباط برقرار کنید. اوکی، خیلی عالی. پس من اجازه میده که read file کنم، این فایل رو بخونم و دیتاش رو بعداً استفاده کنم. من کل اینو آن کامنت میکنم. خب به صورت انکودینگ UTF-8 که حالا ننوشتینم، اوکیه، یک ارور و یک دیتایی رو به شما برمیگردونه این سرور. یعنی چی؟ یعنی دو تا چیز به شما برمیگردونه، یا اروره یا دیتای. اگر نتونه این فایل رو بخونه که به شما ارور میده، در غیر این صورت یک دیتایی رو به شما برمیگردونه. خب من میتونم بگم چی؟ بگم اگه ارور داد، بیا برای من rest.send کن، یعنی rest معنی response دیگه، یعنی پاسخ، یک پاسخی رو بفرست و همون ارور رو بفرست. پس میاد ارور رو برای من میفرسته و توبه خارج میشه، یعنی نتونسته فایل رو بخونه. و مورد بعدی، زمانی که در واقع ارور نداشته باشه، میاد چی؟ میاد دیتا رو برای من ارسال میکنه. اوکی، پس بریم تستش بکنیم این در واقع دیتا مون، این API مون رو. پس من میام اینجا می‌نویسم چی؟ میگم این پستمنه که باش میتونین، نوید عزیز اینو من معرفی کرد، باش میتونین API هاتون رو تست کنید، ریکوست های جدید بفرست در واقع بسازید و ازشون استفاده کنید. خب پس گفتیم توی آدرس دانلود لوکال ها 3000 دانلود با استفاده از متد گت، چقدر بزرگه، و بادی هم نداریم، کلا هیچ ارسال نداریم، فقط یک ریسپانس داریم. بیا برام یک ریسپانسی رو بده. آها، من ارور داد، گفتش که دان. آها، چرا؟ چون که هنوز من دوباره باید سرور ران کنم. برای این کار من میام از نودمون استفاده میکنم که نیاز نباشه هر دفعه سرور ران کنم و دوباره باز دوباره ببندم دوباره ران کنم. نودمون خودش واچ میکنه، میبینی نمیشه واچینگ، واچ میکنه و هر دفعه تغییری روی سرور انجام بشه خودش سرور ریستارت میکنه. یه تست بکنم ببینیم. میبینی که الان نوشتی ریستارت و کرش. چرا؟ چون که چرت و پرت نمیشتم. خیلی خوب، و دوباره بیایم تستش بکنیم. میبینی که این دفعه من ریسپانسی که داخل فایل دات جیسون قرار داشت رو برگردونده به صورت جیسون. میبینی نیم حسن رو من نشون داد. اوکی، این از دانلود بود. حالا بریم پست رو هم ببینیم که برای آپلود هست. پست برای در واقع نوع درخواستی هست که برای اطلاعات یه مقدار مهمتر استفاده میشه، مثل مثلا پسورد ها اینا که داخل URL میخواییم نشون داده نشه. اوکی، تو مرحله اول یک دیتایی رو گرفتیم که از بادی این رو میگیره. یعنی شما یه درخواستی رو میفرستیم، این درخواست شما یک بادی داره، یه هدری داره، یه متدی داره که حالا جلوتر بهتون توضیح میدم، و ما اومدیم از داخل بادی این دیتا رو، یه دیتایی رو گرفتیم. حالا با استفاده از fs.writefile میایم و داخل فایل سیستم میتونیم چیزی رو بنویسیم. گفتم که چی؟ بیا داخل file.json database file.json بیا و اینها رو بنویس. چی رو بنویس؟ اولا که این دیتا رو باید json.stringify کنی. چرا؟ چون دیتایی که داریم میفرسته حتما باید به صورت json داخل این فایل قرار بگیره، چون فایلش اصلا پسوندش جیسونه. به صورت انکودینگ UTF-8 به نظرم بهتر بذارین که یه وقت اگه فارسی نوشتین یه چیز عجیب ننویسه اینجا. و دقیقا مثل بالا یک ارور رو ما ازش گرفتم و گفتم اگه ارور بود ارور رو بفرست. در غیر این صورت نیاز نداریم دیتایی رو ما بفرسته، فقط نیازه یه پیغام این که مثلا انجام شد رو بفرسته. یا اینجا من میتونم بنویسم رس دات مثلا استاتوس مثلا 200. یعنی چی؟ یعنی مثلا استاتوس 200 رو بفرست. اوکی، خب من اینا دست نزنم خراب بشه. خب اوکی، بریم حالا آپلود رو تست کنیم توی بادی. این دفعه من نیاز به بادی دارم. خب من میخوام یک نیمی رو، اینجا نیمش حسن بود، حالا میخوام این دفعه نیم مصطفی رو جایگزین کنم باهاش. متد من به صورت پست هست و داخل آدرس آپلود تستش میکنم. به من یه اروری رو نشون میده. ارور میگه چی؟ میگه آرگومنت دیتات باید استرینگ باشه ولی آن دیفایند. چرا این اتفاق افتاده؟ چون که سرور من نتونسته که در واقع اکسپرس نتونسته که این بادی رو اینجا بگیره و دیتای من آن دیفاینده. برای حل این مشکل من چیزی که در واقع تونستم پیدا بکنم میدلویر بادی پارسر هست.
بادی پارسر بادی رو پارس میکنه، بادی رو قابل خوندن میکنه برای اکسپرس با استفاده از این دوتا متدی که اینجا استفاده شده. app.use استفاده میشه برای ران کردن میدلویر ها. خب پس یه بار URL encode میکنه اون بادی من رو و یک بار هم از حالت جیسون درش میاره. اوکی بریم حالا دوباره با هم دیگه تست کنیم ببینیم که آیا مشکل ما رو حل کرد این بادی پارسر. دوباره سند میکنم و بله این دفعه من سکسس رو نشون داد، همین سکسسی که من اینجا فرستادم. یعنی چی؟ یعنی الان داخل فایل دات جیسون من مصطفی. خب بریم که داره دیر میشه. میخوایم که دوتا باتن داریم اینجا، یکی کلاس دانلود، یکی هم کلاسش آپلود. میخوایم دکمه آپلود یک در واقع محتوایی رو ارسال کنه به سرور و سرور بریزه داخل فایل و دکمه دانلود میاد فچ میکنه یه سری فایل رو میگیره از سرور و نشون میده روی مثلا حالا داخل این پاراگرافی که من اینجا تعریف کردم. اوکی پس کانست آپلود باتن اینا رو من دیگه زیاد توضیح نمیدم چون که استپ 6 رسیدیم حتما بلدیم اینا رو. آپلود ادمین سمور آپلود. اوکی پس من اومدم باز از ادمین سمور گفتم همون کلیک شد بیا تابع آپلود رو فرخواد. حالا تابع آپلود چی؟ فانکشن آپلود. حالا اینجا کار ما شروع میشه. میخوایم که یه محتوایی رو بفرستیم به سرور. بعد چیکار کنم؟ اول یه ریسپانسی رو در نظر میگیرم. چرا؟ چون که زمانی که محتوایی به سرور ارسال میشه، یه ریسپانسی رو بهتون برمیگردونه. خب پس من اینجا یه ریسپانسی رو دارم. تابع فچ. تابع فچ چه تابعیه؟ اینجا بهتون گفته فچ ریکوست اینفو و تا آخرش که نوشته چی؟ پرامیس. پس تابع فچ تابع پرامیسه. پرامیس یعنی چی؟ یعنی قول. یعنی من بهتون قول میدم که دست پر برگردم، حالا یا با ارور یا با دیتا. اوکی این از تابع فچ. اما تابع فچ تا یک تابع سینکرونوس است. پس ما میخوایم که به صورت async برگزونده در واقع ران بشه این تابع. چرا؟ چون که میخوایم مقداری که داخل این ریسپانس قرار میگیره و استفاده میشه در واقع یک پرامیس نباشه، خود دیتا باشه، خود دیتایی که قول داده شده ما برگردونده میشه نه یک پرامیس. و await رو هم نمیتونیم استفاده کنیم، اینجا ما ارور میده. await یعنی صبر کن که این کارش تمام بشه و بعد بیا چیز بکن، بیا در واقع بریزش تو ریسپانس. اوکی و await هم میگه فقط داخل تابه های async استفاده میشه. پس من اینجا یک async میذارم. اوکی خب حالا میام از API هم استفاده میکنم. آپلود. حالا من اینجا میتونم یک دن داشته باشم و یک کچ. دن چیه؟ کچ چیه؟ دن زمانیه که این خط اول موفقیت آمیز بود میاد این اجرا میکنه. اگر این موفقیت آمیز بود یه دن دیگه میتونیم بزنیم باز یه کار دیگه انجام بده با اون دیتا و همینجور دن 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 دن. کچ زمانی اجرا میشه زمانی که ارور داشته باشه. من اینجا یه دن بیشتر نیاز ندارم. خب اما گفتیم آپلود متدش پست هست. این متدی که ما اینجا فرستادیم گت و تعریف کنیم که پست باشه. پس من میام اینجا میگم چی؟ میگم متدت پست هست و گفتیم که اینجا توی app.js گفتیم که به صورت یک بادی در واقع از بادی میگیره دیتا رو. پس من یه بادی اینجا واسش تعریف میکنم و یک دیتایی رو بهش میفرستم. چه دیتایی؟ من این دیتا رو میتونم از HTML هم بگیرم، میتونم از یوزر بگیرم. من برای راحتی کار اینجا خودم یه دیتای فرضی تعریف میکنم. خب پس بگیم چی؟ بگیم دیتا مساویه با من یک آره میفرستم همون جوری که نیمش این دفعه هست چی؟ این دفعه هست مثلا رضا. الان میده یک دیتایی دارم که داخلش یک آبجکته که نیمش رضاست. اوکی حالا میخوام اینو بفرستم بادی، اما یه شرط داره، من باید جیسون بفرستم. اوکی من اینو پس به صورت جیسون استرینگ فایش میکنم. پس دیتا اینجا ارسال میشه از طریق بادی به همین ریسپانسی که اینجا داریم و در آخر هم که یه هدر داریم که من میام از این هدرش رو از جا کپی میکنم. هدرش سخته. تو هدر یه کانتنت تایپ داریم و یه سه چیزهای دیگه مثلا توکن رو میتونیم بفرستیم و اینا که الان کانتنت تایپ من اینجا جیسون هست، دارم فایل جیسون میفرستم. اوکی ریسپانس ما تمامه. حالا میگیم چی؟ میگیم اگر
در واقع این فیل نشد، اروری نداشت، ریسپانسش رو بیا از حالت جیسون در بیار و در نهایت اگر اروری داشت console.warn کن ارور رو برای من. امیدوارم که معنا بده براتون. خب و در آخر هم که console.log میکنم ریسپانسم رو، این ریسپانسی که اینجا گرفتم و دنش کردم و کچش کردم و اینا رو، حالا اینجا میام console.logش میکنم و ببینم که چه چیزی رو من برمیگردونه. اوکی بریم حالا روی خود چیز تست کنیم، دکمه ها کنسول. خب اینجا من ارور داده. ارور چی میگه؟ میگه این فایل script.js-ی که اینجا تعریف کردی پیدا نشد توی سرور. چرا؟ چون که من اومدم اینجا فایل HTML رو سند فایل کردم اما فایل JavaScript رو نه. من میتونم یه سری یک فولدر تعریف کنم، اونها فولدر استاتیک، و فایل هایی رو توی این قرار بدم که برای سرور تعریف بشه و دیگه این رو من نده. میتونه فایل در واقع استایل ها باشه، میتونه عکس ها باشه، همه اطلاعات میتونه باشه. خب پس من اومدم با استفاده از خود تابع استاتیک اکسپرس یک فولدر رو استاتیک تعریف کردم و این فولدر من دیگه حالا تعریف شده و سرور و دیگه من نباید این رو ببینم. کجا رفت؟ خب upload is not defined. کجا upload is not defined؟ چی شده؟ رو چی داده من؟ آها اینو اشتباه نوشتم. upload اوکی اوکی حالا روی دکمه آپلود میزنم، میگه که سکسس. پس من الان چه انتظاری دارم؟ انتظار دارم این فایلی که من اینجا فرستادم که نیمش رضاست ریخته باشه داخل فایل دات جیسون که همین کارم کرده. اگر من بیام اینجا اسمش رو بذارم محمد و حالا یه بار دیگه ران بکنم آپلود رو، داخل فایل دات جیسون من نوشته محمد. اوکی خب و اما آخرین تابعمون دانلود، دکمه دانلودمون رو می‌خوایم بنویسیم. چیکار کنم؟ دانلود باتن. دانلودمو گرفتم. حالا بهش میگن زمانی که روش کلیک شد بیا و تابع دانلود رو فراخوانی کن. خب فانکشن دانلود دوباره. حالا دوباره من نیاز به یک ریسپانسی رو دارم، ریسپانس مساویه با فیچ، و درست مثل قبل من نیاز دارم که اویت کنه برای این فیچم، async await. فانکشن من به صورت asynchronous هست توی API دانلود. خب این به صورت get هست، نیاز نیست دیگه من این همه بادی و متد و اینا براش تعریف کنم، خودش گت میکنه. اوکی پس دوباره یک دن داریم، یک کچ داریم. خب اگر ریسپانس رو گرفتی بیا ریسپانس رو برای من از حالت جیسون درش بیار. این جیسونی که اینجا نوشتیم ببینین آخرش دوباره میشه چی؟ پرامیس. این تابع جیسون پرامیس هست، یعنی نیازی که داخل await باشه. اوکی و catch هم که وقتی اروری داشت console.warn کن ارور. خب میخوام چیکار کنم؟ میخوام که این نیم محمد رو بریزم داخل این در واقع پاراگراف. خب پس document.querySelector dot response اسم پاراگراف من هست dot inner html باشه. چی؟ inner html استفاده نکنید، من فقط برای اینکه کارم سایت اپ کنه استفاده می‌کنم. inner text بهتره که استفاده کنیم. مساوی میشه با چی؟ response dot name. خب این response dot name به چه معنیه؟ من ریسپانسی که میگیرم به صورت یک در واقع اولا که جیسونه که میاد اینجا از حالت جیسون در میاد و دوما زمانی که از حالت جیسون در میاد تبدیل به یک آبجکت میشه. پس من میتونم از این آبجکت استفاده کنم و نیمش رو بگیرم. پس من الان مثلا میتونم بگم چی؟ میتونم بگم ویلکام محمد ریسپانس دات نیم.
محمد خوش اومدی. اوکی بریم ببینیم که آیا کار میکنه. پس من یه آپلود دارم که سکسسه، یک دانلود دارم. ولکام محمد. حالا من اگه بیام، البته زیاد هم زمان ندارم، فقط سریع این مثلا میزنم، اگه بیام اینو رضا بکنم، یه بار آپلود کنم رضا رو و من میگه که ولکام بسام. خیلی ممنونم که تشریف آوردیم به توییچ استپ 6. من تشکر میکنم از کارآموز منتورم نوید عزیز برای زحماتش و امیدوارم که باقی شب خوبی رو داشته باشید.